نکته بعدی که من باید در موردش توضیح بدم برای شما در واقع قسمت بعدی collection data type. قبل از اینکه من collection رو البته بگم چجوری اینکه چجوری بتونیم خیلی هم مورد استفاده قرار میده، چجوری بتونیم توی پایتون بفهمیم که مثلا یه وریبل یه چیزی یا آبجکتی چیزی از چه نوعیه. خب چیکار میکنیم؟ از کلمه کلیدی type استفاده میکنیم. type مثلا my string، همونطور که میبینید my string رو اینجا نمیشه کلاس str. خب این خیلی آسونه و خیلی هم بهمون کمک میکنه. اون چیزی که برمیگردونه کلاس str، print type my str my string. خب ببینید که str رو برگردون. بعد میریم سراغ collection data type. اما collection data type ها چی هستن؟ در واقع اونا چیزهایی هستن که به ما کمک میکنن تا به صورت جمعی یه چیزی رو ذخیره کنیم، مثلا به صورت جمعی یه جا، مثلا لیست ها. مثلا تو زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا یا سی پلاس پلاس آرایه ها، توی پایتون هم مثلا لیست ها و تاپل ها، خیلی چیزهای دیگه هم هستن. باز مثلا خود استرینگ ها هم توی زبانی مثل سی پلاس پلاس یه جور آرایه ای از کاراکترها هستن، ولی خب ما اینجا سی پلاس پلاس کار نمی کنیم. من به شما نشون میدم چجوری مثلا یه تاپل یا یه لیست ساخته میشه. مثلا مای لیست رو میخوایم بسازیم، مای لیست برابر با این علامت براکت رو که باز میکنیم، توجه کنیم براکت رو باز میکنیم، اولین عنصر لیست من مثلا مای مثلا نیمه، یه نوع استرینگیه. دومی یه عدد 34، سومی یه عدد فلوتی 67.14. اینو میبندم، میبینید که لیستم اینجا شد. پرینتش میکنم مای لیست که میبینید که چقدر راحت پرینت کرد برای من. اما اینکه این به چه دردی میخوره بعدن خیلی به درد میخوره، خیلی هم به درد میخوره و بهتون خواهم گفت. و تاپل ها چجوری ایجاد میشن؟ مثلا میخوایم بنویسیم میخوایم تاپل مای تاپل رو ایجاد کنیم، مای تاپل برابر با 34 مثلا، برابر با نیم، برابر با 78.5. میبینید که اینم مای تاپل ایجاد کرد به همین راحتی که نوشتیم. البته میتونستیم اطراف اینها دوتا علامت پرانتز هم قرار بدیم، ولی لازم نیست توی پایتون. همونطور که دیدید اصلا لازم نبود من بدون اینکه اونو بذارم انجامش دادم. اما بله، مای تاپل برابر با مثلا 34 و نیم، print my tuple. می‌بینید که 34 و نیم رو توی این مرحله فقط شما میتونید ببینید که فرق بین لیست و تاپل اینه که دو تا پرانتز اطراف تاپل هست که دور لیست مثلا دو تا براکت هست. ولی خب واقعا این واقعیت این که اینجوری نیست و توی قضیه شیگرایی واقعا خواهید فهمید که اینا چه فرقی با هم دیگه دارن.